بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین مرق دلم راهی قم می شود در حرم امن تو گم می شود امه سادات سلام علیک روح عبادات سلام علیک کوسر نوری به کویر قمی آب حیات دل این مردمی امه سادات بگو کیستی فاطمه یا زینب ثانی استی سلام عرض میکنم بیننده های عزیز امیدواریم که جور و صحت باشید تبریک و تهنیت میگم سال روز میلاد کرمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در تاریخ یک زلقعده سال 173 هجری قمری چشم جهان گشودند. مادر ایشان حضرت نجم خاتون هست مادر امام رضا علیه السلام امام رضا امام هشتم ما شیعان هست میدانیم و پدر ایشان امام موسی جعفر علیه السلام هست خب ما که امروز میلاد حضرت فاطمه معصومه هست میخوایم بدانیم چه جایگاهی ایشان دارند به عنوان یکی از فرزندان امامان به عنوان فرزند امام موسی کاظم چه جایگاهی دارند همه ما میدانیم که امام موسی کاظم فرزندان بسیار داشتند همه همه امامان ما امام فرزند داشتند نوه داشتند امامزاده های زیادی داریم ما اما چطور میشود که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آنقدر جایگاه و منزلت دارند که چهار امام معصوم درباره ایشان حدیث گفتند درباره اهمیت زیارت ایشان و جدا از اینکه چقدر علمایی که الان در زمان ما هستند پیش حضرت معصومه سلام الله علیها رفتند و چقدر بهره گرفتند ببینید امام صادق علیه السلام میفرمایند که برای خداوند حرم است و حرم خدا کجاست همه ما میدانیم که در مکه است و برای رسول گرامی اسلام هم حرم است و مدینه است برای حضرت امیر المؤمنین علیه السلام کوفه است حرم و حرمی هست برای همه ما اهل بیت و آن قوم هست خب قوم حرم همه اهل بیت است کدام حرم در قوم هست حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خب ببینید در ادامه حدیث حضرت امام صادق علیه السلام چی میفرمایند که در آنجا قبر کسی هست به نام فرزندم به نام فاطمه سلام الله علیها کسی که او را زیارت کند بهشت برای او واجب هستش و این سخن و امام صادق چه وقت گفتند وقتی که هنوز امام موسای کازم علیه السلام دنیا نیامده بودند پس ببینید چقدر حرم ایشان جایگاه بالایی دارند چقدر این امامزاده ای که فرزند امام موسای کازم هستند قریب به چهل فرزند داشتن امام موسای کاظم نوادگانشان اولادانشان چقدر ارزش داشتند که اهل بیت میگه حرم ما در آنجاست حتی در زیارتنامه ایشان اگر نگاه کنیم در زیارتنامه ایشان تمام اهل بیت خطاب حاضر هستن انگار وقتی که میخوانیم میگیم السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا امیر المؤمنین خب ببینید در زیارتنامه ایشان خطاب به حاضر هستن اهل بیت پس نگاه کنید پس در این زیارتنامه نشان میده که تمام اهل بیت حرمشان در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست خب حرم حضرت فاطمه معصومه از نگاه امام صادق گفتیم ما گفتیم چهار تا امام درباره ایشان سخن گفتند حضرت امام جواد علیه السلام که عمه حضرت فاطمه معصومه باشند هم حدیثی دارند که میگویند میفرمایند که هر کس قبر امم را در قم زیارت کند بهشت برای او هست خب این یکی از روایت ها بود و حضرت امام رضا علیه السلام خواهر ایشان هستند خواهر این بزرگوار هستند امام هشتم ما امام رضا علیه السلام هم میفرمایند که کسی که فاطمه معصومه را زیارت کند بهشت بر او خواهد بود خب ما اهل بیت رو نگاه کردیم دیدیم که مقام و منزلت ایشون رو گفتند. علمایی که الان در اصر حاضر هستن زندگی می کنند بزرگان چقدر از حضور حرم اهل بیت در کنار خودشون از اینکه هم جوارشون بودن استفاده کردن یکی از علمای بزرگ 60 سال قبل از نماز صبح هر روز می رفتن به زیارت ایشان و به درجات بالای معنوی رسیدند و عالم دیگری بود میفرمودند که من خیلی مشکلات بود که مانده بودم در زندگی و پنجاه سال من مطالعه و ریاضت کردم درس خواندم و شاید به اون مسائلی که باید می رسیدم در یک شب حضرت فاطمه معصومه بر من عنایت کردند و من اون مشکلات علمی رو حل کردم ان که همه عزیزان این سرزمین مشمول دعای خیر حضرت فاطمه معصومه بشوند و اینکه روزی کند این بزرگوار در درگاه خداوند متعال برایمان امنیت، صحت، سلامتی و شادمانی را و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته